این داستان اسباب بازی های جدید پوکویو. ببینین کی اینجاست. پوکویوه. سلام پوکویو. سلام. چی داری میبینی پوکویو؟ وای اسباب بازی ها رو. این چیه؟ هولا هوپ. خیلی هیجان انگیزه. وای اینو باد بادک. من باد بادک خیلی دوست دارم. حتی یه تناب ورزشی داره. چقدر خوب این تناب زدن. عالیه. خوب بود. جستجوی اینترنتی با الی. سلام الی. سلام سلام الی. بگرد بگرد الی. پوکویا توی اینترنت دنبال چی میگردی؟ الا کلنگ. حالا خب الی الان دنبال الا کلنگ میگرده. الا کلنگ خودشه. چقدر خوبه این الا کلنگ. بازم سرسره. پوکویو دلش میخواد سرسره ببینه. ببینین این یه سرسره بزرگه. متشکرم الی. بله متشکرم الی. کارت عالی بود. میتونین به پوکویو بگین این چیه؟ هولا هوپ. بله درسته. این یه هولا هوپه. و حالا این چیه؟ باد بادک. باد بادک درسته. یه دفعه چی شد؟ حالا میتونین بگین این چیه؟ تناب ورزشی. آفرین تناب ورزشی. خدای من چی شد پوکویو؟ نقاشی نقطه به نقطه حیوانات. سلام پوکویو. این چیه؟ فهمیدم یه عکس نیمه کاره حیوانه. میدونی این چیه؟ پس چرا این نقاشی رو با وصل کردن نقطه ها به هم کامل نمی کنی؟ خب حالا چی پوکویو؟ میدونی این عکس چه حیوانیه؟ نه؟ پس بذار نقطه های بیشتری رو به هم وصل کنیم. خب حالا میدونی این چه حیوانیه پوکویو؟ حالا دیگه فکر کنم بتونی بگی این چه حیوانیه. این یه خرس پانداست. کاملا درسته. این یه پانداست. پاندا. الی میخواد تو دوباره هولا هوپ رو امتحان کنی پوکویو. هولا هوپ.
حالا یه بار دیگه بادبادک بازی کن و اونو پروازش بده. بادبادک حالیه. و حالا طناب ورزشی. طناب ورزشی هی. آفرین. کارتون حرف نداره. این داستان نظم و انضباط. سلام پوکویو. سلام نینا. سلام. ببخشید. سلام لولا. پوکویو لولا نمیرقصه، اون داره خودشو میخارونه. ولی چرا؟ اچه کما نکتا نکتا فا نمتا. نینا تو میدونی مشکل لولا چیه؟ تو اینجا کک پیدا کردی و اینا باعث میشن تا خودتو بخارونی لولا. حالا میتونیم براش چی کار بکنیم؟ دارن خودشونو کوچیک میکنن. Thank you.
اینجا یه مجموعه ورزشیه. این مجموعه ورزشی مخصوص ککاست و احتمالاً بی نظمی که اینجا حاکمه باعث شده لولا خودش رو بخارونه. کاملا درسته، ککا با این آهنگ آروم گرفتن و حالا لولا احساس میکنه که دارن ماساژش میدن. تبریک میگم بچه ها، شما تونستین کک ها رو قانونمند و با نظم بکنین. این داستان شوت عالی. سلام پوکویو. سلام نینا. سلام. میبینم که دارین تنیس بازی میکنین. آفرین پوکویو، تو یک امتیاز گرفتی.
یه امتیازم برای نینا. آو سلام پاتو، موضوع چیه؟ این امتیازا حساب نیست؟ ولی آخه چرا پاتو؟ اون توپ برای بازی مناسب نیست؟ یعنی چی؟ توپ بسکتبال؟ آخه چرا؟ داری جدی میگی؟ بهترین امتیازو پاتو گرفت. چی؟ الی؟ این امتیازم حساب نمیشه؟ پس باید چجوری بازی کنن الی؟ میشه بهمون بگی؟ وای نه، پای الی روی خط بوده؟ ولی کدوم خط پوکویو؟ زود باش پاتو، تو واقعا باید امتیاز بگیری. آه نینا داره با اسکیت میاد، چقدر عجیب. وقت تموم شد. این خیلی مسخره است. شما همه چیز رو به هم ریختین. شما قرار بود ورزش بکنید مگه نه؟ ولی ببینید چی کار کردید. اوه خدای من، دوربینم که شکستین. کجا دارین فرار میکنین؟ Thank you.
سلام به همه. سلام. به نظر بازی هیجان انگیز و قشنگ و شادیه. چه گل قشنگی. سلام نینا. سلام. سلام روبرتو. تو هم دوست داری با ما فوتبال بازی کنی؟ چی شده؟ تو یه بازی بهتر بلدی؟ از فوتبال خیلی بهتره؟ نینا میگه برین و باهاش بازی کنین. نینا پس چرا نمیرین بازی کنین؟ نینا میگه مواظب روبرتو باشین تا نینا برگرده. چشم نینا. ایده خوبیه پاتو. روبرتو میره توی دروازه وای میسته تا نینا برگرده. روبرتو تو باید مواظب باشی توپ از خط دروازه نگذره. آه خدای من چی شد؟ توالت خوبه؟ او نه روبرتو بیشتر شبیه یه توستر شده. اون یه توستره. او نه. ببینم همتون حالتون خوبه؟ حالا تبدیل به یه جاروبرقی شد. نگاه کنی داره همه توسایی که ریخت زمین رو جمع میکنه. کرم جوجه کوچولو پشت سرتون رو نگاه کنی. آه پوکویا تو جون کرم و جوجه کوچولو رو نجات دادی. خیلی خوب.
روبرتو مواظب باش. به تبریک میگم، تو یه ورزشکار حرفه‌ای هستی. او نه، اون از کنترل خارج شده. یکی باید جلوشو بگیره. مینا زود باش، روبرتو رو خاموش کن. تو هیچ راه دیگه ای نداری. نینا یه فریزبی آورده تا با هم بازی کنیم. ببین چه بازی خوبیه. سلام بر پوکویو و الیو پاتو. سلام. دارین چی بازی میکنین بچه؟ تیل بازی. صبر کنیم ببینم. شماها باید این تیله های کوچولو رو پرت کنین سمت اون سوراخ کوچولو، درسته؟ حالا نوبت کیه؟ خب پوکویو نوبت توه. این یه تیله مخصوص مشکیه. متاسفم پوکویو، نتونستی امتیازی بگیری. خب حالا نوبت کیه؟ صبر کنیم ببینم چی شد. آفرین پوکویو، ولی اینطوری که خیلی کارتون سخت تر میشه. فکر کنم بهتره سوراخو بزرگتر کنین تا تیله ها راحت تر برن توش. البته اینطوری همه چیز میفته تو سوراخ و شما میدونین که منظور من چیه. پوکویو الان وقت این کارا نیست. پاتو از اطراف سوراخ برو کنار. ایده خوبیه پاتو، درختو محکم نگه دار. مواظب باشید بچه‌ها.
اینجا رو نگاه کنین، الی داره میافته توی سوراخ. بچه ها کمک کنین الی رو نجات بدین. ای وای، همه چیز رفت تو سوراخ. کسی میتونه چراغ رو روشن کنه؟ آه، چراغ روشن شد. ولی چرا این شکلی شدی؟ همه رنگا به عکس شدن. بچه ها فکر کنم رنگاتون جا به جا شده. نه پتو، تو قبلا زرد بودی، الان چرا بنفش شدی؟ وای الی، تو هم که سبز شدی، تو چرا این رنگی شدی؟ آه، ممکنه یه راهی باشه. آه پاکو، یا فکر کنم تو داری به یه راه حل خوب فکر میکنی. خب، ممکنه اون تیله شگفت‌انگیز مشکی تو بتونه نجاتتون بده و ممکنه بتونه کمک کنه که برگردین خونه. آره الی، خودشه. گناه هش، این همون تیله سیاه کوچولوی پوکایوه. ولی چرا سفید شده؟ آها، حالا یه سوراخ سفید درست شد. حالا همتون بپرین تو این سوراخ سفید. ببینم پتو، تو دوست نداری دوباره زرد بشی؟ ای بابا، شما چرا کاغذی شدین؟ البته فکر کنم این وضعیت بهتریه. آفرین پتو. شما تبدیل به بادکنک شدی. آخیش، بالاخره برگشتین به همون حالت اول. شماها باید از چیزایی که از خونتون دورتون میکنه دوری کنین. حالا باید چی کار کنین؟ سوال خوبیه پتو. به نظر میاد پوکویه یه فکرایی داره. یه موشک؟ آها، تیله رو بندازین توی این موشک. آماده این؟ 3 2 1 آتش! وای، اونجا رو نگاه کنین، یه آسمون پر ستاره رویایی. بعدم میبینم اتون بچه ها. این داستان تخم مرغای پوکویو. چه روز بهاری قشنگی، نگاه کنین، این الیه که داره میاد. سلام الی، تو سبدت چی ریختی؟ تخم مرغای شکلاتی. وای، چه دستگاه حرفه‌ایه. این چی کار میکنه؟
نگاه کنین این دستگاه تخم مرغای شکلاتی رو چقدر خوشگل کرد. خب حالا وقتش تخم مرغا رو قایم کنین. آفرین الی، همه تخم مرغا رو قایم کردی. حالا دوستاتو بیار تا اونا رو پیدا کنن. آها، دوستاتو آوردی. سلام دوستان. الی میگه شما باید تخم مرغای شکلاتی که اون قایم کرده رو پیدا کنی. خیلی خوبه، این کار پرهیجانیه. اینجا رو ببینین، پرنده خوابالو اینجا خوابیده. سلام پرنده خوابالو، تو رو چی خوابیدی؟ خدای من، تو تخم گذاشتی، این خیلی خوبه. باید حواست به این تخما باشه. او نه، الی این تخم مال پرنده خوابالوه، اونو باید نه الی خواهش میکنم. الی این تخم خیلی فرق داره. میبینی؟ این خیلی فرق داره، اونو باید برش گردونی سر جاش. نه الی، الی ما باید نه. بچه ها، الی تخم مرغ دیگه هم قایم کرده. ببینین میتونین پیداش کنین؟ خیلی باید با دقت این کار انجام بدید، اون خیلی متفاوته. چرا هیچ کس به حرف من گوش نمی کنه؟ Thank you.
او نه بچه ها مواظب باشید، نباید اونو بشکنین. سلام پرنده خوابالو، یه چیزی هست که باید بدونی. چطوری بگم، نگران نباشی یا اصلا نگران نباش پرنده خوابالو، همه چیز تحت کنترله. گوش کن، نگران نباش، پوکویو، پتو، الیو، کرم کوچولو همه مراقب اون تخمت هستن، فقط به خودت مسلط باش. خیلی ناراحته علی، ما باید به پرنده خوابالو کمک کنیم. ما باید اون تخم مرغ رو پیدا کنیم. اون تخم مرغ شکلاتی جشن نبود. چیزی نمونده بوده. مواظب باش. آو نه، آو نه، نخورش. بودو، بودو، بودو فرار کن. وای نه، کدومشون برای پرنده خوابالوه؟ آه، اون حالشون خوبه، عالیه. آه، خیلی خوب بود. چه دوستای خوبی. خب خدا رو شکر همگی خوشحالن. راستی، سالتون مبارک. سلام پتو، این دیگه چیه؟ آه اون مال کی میتونه؟ این یه تخم مرغ پتو، یه تخم مرغ بزرگ. آه درسته، حق با بچه هاست. این یه تخم مرغ بزرگه. چقدر بزرگه. آه سلام پوکویو. سلام. شما ها میخواین چی کار بکنین؟ او نه پوکویو، این توپ نیست. دیدی؟ این واقعا یه توپ نیست. پتو داره توضیح میده، این یه تخم مرغه و خیلی زود یه اتفاقایی میفته و میشکنه و از توش یه جوجه کوچولو میاد بیرون. حالا فهمیدین چرا پتو اینقدر دوستش داره؟ وای، فکر کنم وقتشه. این
این یه عنکبوته. صبر کنین بچه ها، ببینم چرا یه عنکبوت اومد بیرون. به نظر میاد همه از این بچه عنکبوت کوچولو میترسن. خب برای چی؟ البته اینم بگم که این بچه عنکبوت یکم ترسناکه، ولی جالبه که پتو رو خیلی دوست داره. اونجا رو نگاه کنی، چقدر همدیگر دوست دارن. به به، پوکویو هم اونجاست. اونم من نمیدونم چرا فرار کردن. ظاهرا اونا از این بچه عنکبوت خیلی میترسن و حاضر نیستن باش بازی کنن. اون بچه عنکبوت میخواد با پتو بازی کنه. وای چقدر عالی، پتو میخواد به عنکبوت پرواز کردن یاد بده. ظاهرن پتو ترجیح میده بره و با الی بازی کنه. بچه عنکبوت یه سنگ پیدا کرده. پتو به بچه عنکبوت میگه برو و بازم سنگ پیدا کن. بچه عنکبوت به پتو میگه بیا با هم توپ بازی کنیم. توپ بازی. حق با شماست. پتو من میگم که بهتر باشه کم بازی کنیم. سلام جوجه کوچولو. وای نه، پتو به بچه عنکبوت گفت این مداد رنگی رو بگیر و برای خودت نقاشی بکش. این دیگه چیه؟ یه نقاشی از پوکویو و ایلی؟ کی نقاشی قشنگو کشیده؟ عنکبوت. کاملا درسته بچه ها، عنکبوت کشیده. چه بچه عنکبوت خوب و دوست داشتنی. دیدید بچه ها، هیچ دلیلی برای ترسیدن از عنکبوت وجود نداره. آفرین به پتو و آفرین به این دوستای خوب و دوست داشتنی. سلام پرنده خوابالو. ببخشید، برو بخواب پرنده خوابالو. موسیقی
سلام پوکویو. سلام. اومدی دوست قدیمی خوابالود پرنده خوابالو رو ببینی درسته؟ و اونم طبق معمول خوابه. چند لحظه صبر کن، اون چند دقیقه پیش بیدار بود اما الان خوابیده. میبینم که بدجوری خوابیده، ولی یه چیزی پشتشه. این دیگه چیه؟ جالبه نه؟ توپ پوکویو، اون اصلا توپ نیست. اینجا رو متشکرم پتو. درسته که اون شبیه توپ، اما واقعا توپ نیست، یه مقدار متفاوته. میدونم پتو، ممکنه به پوکویو کمک کنی و بهش بگی که اون چیه؟ تخم مرغ. کاملا درسته. اوف، چیزی نمونده بود. پوکویو، باید مراقب این تخم باشی. میدونی که توی این دقیقاً چیه؟ ما منتظریم که بیاد بیرون. پاتو، تو میدونی که این تو یه جوجه است. کاملا درسته. جوجه؟ بله درسته. من نظری ندارم، یعنی تو میخوای بشینی روی این تخم، اما آخه اون باید کنار مادرش باشه و مادرش روی این تخم بخوابه. خدای من، یه دفعه چی شد؟ پوکویو، باید مادرش رو خبر کنید، اون الان خوابه ولی باید بیدارش کنید. اون داره میره اون طرف. بگیرش پوکویو، بگیرش پتو، اون داره دنبال شما میدوه. باید سعی کنید بگیریدش بچه ها. پتو، درست پشت سرته. خدای من. آفرین، حالا باید پرنده خوابالو رو بیدار کنید. پرنده خوابالو. اوف، بدجوری خوابیده، خوابش خیلی عمیقه، فکر نمی کنم اینطوری بیدار بشه. خودتون باید یه کاری بکنید بچه ها، یه جوری باید این تخمو بذارید سر جاش. فکر کنم باید از یه نفر کمک بگیرید که قدش بلندتر از شما باشه. نمیدونم، شاید یه نفر مثل خودش اومد. به نظرم که بهتر از الی کمک بگیرین. الی؟ درسته، آفرین. بهتون تبریک میگم بچه ها، تخم درست رفت زیر پرنده خوابالو. شما کارتون حرف نداره، فقط صبر کنید ببینم، انگار داره یه اتفاقی. جوجه. اصلا نگران نباش پوکویو، الان تخم میشکنه و جوجه میاد بیرون.
وای، یه جوجه از پرنده خوابالو به دنیا اومد. یه جوجه کوچولو که خیلی شبیه مادرشه، مادرش پرنده خوابالوه. این جوجه با کمک همتون به دنیا اومد. خداحافظ بچه ها، زود میبینمتون. خدا نگهدار. سلام پوکویو. سلام. وای، چی پیدا کردی پوکویو؟ میدونی دقیقا این چیه؟ بچه ها شما میتونین به پوکویو بگین که این چیه؟ کرم. اون یه کرمه. این یه کرمه. او الی داره میاد اینجا. او پوکویو مواظبش باش. تو به تنهایی کار مهمی کردی و از اون کرم مراقبت کردی. آفرین. اینجا رو نگاه کن، کرم کوچولو از دیدن این همه برگ خیلی خوشحال شد. این کرم همه برگا رو خورد. نگاه کنید چه کیک خوشمزه‌ای داره این پتو. ده کیکه ها کجا رفت؟ آو باور نکردنیه، این کرم کوچولو در یه چشم هم زدن کیکه رو خورد. خب بعدی چیه پاکایو؟ میز؟ به نظر من این کرم کوچولو خیلی گرسنه است. اون همه چیو میخوره. نگاه کنی چه جوری داره همه رو میخوره. پاتو، الی واقعا ببخشید، این دوست کوچولو و جدید پوکویو فقط یکم از این رو نگه داشت، بقیه رو خورد. دنبال دوستتون میگردی نه؟ فکر کنم اون همینجا بود. کرم ابریشم. بذار یه چیزی رو بهت بگم پوکویو. کرم کوچولو دوستت داره تغییر میکنه. یه تغییر اساسی. بله درسته. اون یه پیله دور خودش ساخته.
پیله؟ بله پیله. پیله مثل کیسه خواب میمونه که کرم ابریشم برای خودش میسازه. یکم بگردی پیله رو پیدا میکنی. آره پوکویو، کاملا درسته. خیلی متشکرم دکتر پاتو. خب پوکویو، وقتی دوستت از توی این پیله بیاد بیرون، تو رو بد جوری غافل گیر میکنه، چون اون خیلی تغییر کرده. وای، اون کجا رفت؟ وای، اونجا رو نگاه کنین، درست بالای سر پوکویو وایستاده. اون خیلی تغییر کرده. ببینین دوست پوکویو چقدر عوض شده. پروانه خوشگل. آره بچه ها، یه کرم ابریشم کوچولو عوض شده و تبدیل شده به یه پروانه خوشگل. آره پوکویو، دوستت یه هو عوض شد. اوه، یعنی اون بازم گرسنه است؟ پوکویو، درسته که اون عوض شده، ولی بازم داره همه چیزو میخوره. چه دوست شکموی داری. بسیار خوب بچه ها، خوشحال و شاد باشی، بعدن میبینم اتون. Oh, 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 oh